سلام علیکم، امیدوارم خوب و خوش باشید. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. شادان اینجاست. سلام. چه عجب نمیخندی شما. خودت میخندی. بچه داخل این ویدیو میخوایم راجع به بخش محصولات زومید باهاتون صحبت بکنیم. ببینید داستانی که وجود داره اینه که خیلی وقتا بعضی به من دایرکت میدن و میگن که مثلا من این تومن بودجه در نظر گرفتم و بین این گوشی اون گوشی موندم، یا مثلا بین فلان لپتاپ موندم و برایمون مقایسه بکن کدومو بخرم بهتر، از کجا بخرم ارزون تره. به خدا همه جواب همه این سوالا داخل بخش محصولات زومید هست و من شادان الان اینجاییم که بهشون جواب بدیم. شادان میخوای داخل بخش محصولات مثلا از اون ویژگی‌های جدیدی که داریم یا حالا تنوع دسته‌بندی که داریم شروع بکنیم؟ آره، مثلا توی این قسمتی که این پایین داریم ما دسته‌بندی‌های مختلفو داریم، گوشی، تبلت، لپتاپ. این بالا هم که دسته‌بندی اصلی رو ما داریم، گوشی و تبلت، لپتاپ، لوازم خانه، کلا همه چی هستش. حتی روی سایر سخت افزارهای مثلا شما بخوای سی پی یو بگیری، رم بگیری، نمیدونم هر چیزی که بخوای، حتی ماینر و خودرو که توی تصویرم داریم میبینید. حالا میخوای با مثال آره، بریم جلو. به نظرم یه مثالی که بشه قشنگ لمسش کرد شاید گوشی بد نباشه. میخوای گوشی رو انتخاب کنی؟ ببینید داخل بخش حالا گوشی‌ها که وارد شدیم، صفحه گوشی رو که می‌بینیم بچه‌ها، سمت راست تصویر دارید شما یک سری فیلترها رو می‌بینید که برای اینکه به اون چیزی که می‌خواید سریع‌تر برسید. اگر برندش رو می‌دونید یا مثلا بر اساس رنج قیمتی، نمیدونم مثلا ما اپل بخوایم بگیریم، نمیدونم مثلا 13 پرو می‌خوای یه سرچی بکنیم. آره. ولی کلا مثلا سیستم عامل داره، می‌خوای یه اسکرول بکن همه بچه‌ها ببینن مثلا نوع سیستم عامل، ابعاد نمایشگر و فیلترهای مختلفی که وجود داره، نوع نمایشگر رو موارد دیگه، حتما دقیقا. سر فرصت یه سری بهش بزنید و فیلترهایی که می‌خواید رو انتخاب بکنید تا زودتر به اون نتیجه مد نظرتون برسید. و روی محصولش که باشید دقیقاً همینجا روبروش ویژگی‌های کلیدیشو می‌زنه، مثلا ابعاد نمایشگر یا همون وضوح تصویرش، دوربیناش یا سی پیوش. بعد یه گزینه‌ای هم که داریم ما حداقل قیمتی رو اینجا نشون میده زومید، و روی این فلش هم که بزنیم اینجا میتونید گالری تصاویر چک کنید که حالا روی هر کدوم که بزنید گالریش باز میشه، و اینکه سه تا از ارزون ترین قیمت ها رو اینجا بهتون نشون میده. حالا میتونیم مشاهده همه فروشندگان رو بزنیم، اگه نخواستید از این سه تا خرید بکنید مشاهده همه رو بزنید. اینجا اصلا وارد صفحه اصلی خود اون محصول میشید که یه سری چیزای جدید داره، اینجا میخوایم در موردش باهاتون حرف بزنیم. مثلا شما اینجا بچه ها امتیاز کاربران رو میتونید ببینید دقیقا. که یعنی شما هم به عنوان یه کاربر میتونید به اون محصول امتیاز بدید و در نهایت مجموع امتیازها میشه اون در واقع امتیازی که اون محصول داره، در واقع میانگین. آره، میانگین اون امتیازی که هست که کاربرها میدن. و اینجا هم حالا شادان همون مواردی هست که امتیاز و نظر شماست که شما میتونید بهش ستاره بدید، مثلا 5 ستاره یا 1 ستاره یا حالا و نظر رو ثبت کمتر. اما این نموداری که دارید این گوشه تصویر میبینید چیز جالبیه که میتونه به شما کمک بکنه. میتونید ببینید که از زمانی که اون محصول وارد صفحه محصولات زومید شده و در واقع برای فروش عرضه شده تا همین الانی که دارید داخل صفحه محصولات در موردش سرچ میکنید چه تلورانسی داره و در واقع این نمودار قیمتش به چه صورت بوده، چقدر پایین بوده، چقدر بالا بوده و شاید دید بهتری برای خرید بهتون بده. یه قسمت دیگه که خیلی مهمه قسمت مشخصات فنیه که اینجا دوباره همون مشخصات کلیدی رو داریم. روی این دکمه هم که بزنیم مشخصات کامل رو بهمون نشون میده، حتی به تفکیک مدل نامبر اینجا نوشته شده، یعنی انقدر این دیتا. آره، کامل ترین مشخصات فنی رو واقعا میتونید این بخش پیدا بکنید. تب کناریش قیمت و فروشندگانه. شما میتونید ببینید که چه فروشگاه های این محصول برای فروش دارن و بین اونها اونی که حالا ارزون تره، اونی که از نظر شما معتبرتره، این دیگه به انتخاب خودتون، میتونید ارزون ترین و معتبرترین فروشگاهی که دوست دارید رو انتخاب بکنید. اینجا هم فیلترش بر اساس ارزان ترین دیفالتش، اما شما میتونید گران ترین یا ترتیب الفبا رو انتخاب بکنید. تا بعدی بریم تاریخچه قیمت. حتی اینجا حالا قبل از اینکه بریم اون، حتی اینجا ما تفکیک شهر هم داریم، یعنی اگه تهران باشین، تبریز باشید، آره، فروشگاه کجاست؟ آره، فروشگاه کجاست که از اونجا خرید. اینم که تاریخچه قیمت مشابه همون نموداری بود که بالا دیدیم، اما با دیتیل بیشتر. وقتی که موس رو میذارید روش بهتون میگه که در فلان تاریخ دقیقاً فلان قیمت رو داشته، و میگم تو تصمیم گیری شما برای خرید شاید بتونه تأثیر بذاره، مثبت باشه این اتفاق که مثلا بدونید الان تصمیم بگیرید که مثلا صبر بکنید، نمیدونم یه هفته دیگه بخرید یا الان بهترین زمان خریدشه. این نمودار میتونه توی این زمینه به شما کمک بکنه. آره، اینکه نمودار حالا نزولیه یا صعودیه یا اینکه به یه ثباتی رسیده، اینجا کامل میتونیم چک کنیم. بریم مقایسه. اینجا خیلی باحاله بچه‌ها، مقایسه
به شما یک سری مقایسه ها رو نشون میده، همینطور که دارید میبینید اینا رو چجوری داره به شما پیشنهاد میده. مثلا یک 10,000 کاربر اومدن آیفون 13 پرو اپل رو با آیفون 13 پرو مکس اپل مقایسه کردن، این اومده به عنوان مقایسه اول به شما نشون داده میشه. مثلا 8,000 کاربر اومدن با 12 پرو مکس اپل مقایسهش کردن، اومده به عنوان مورد دوم به شما پیشنهاد شده. پس اینجا این امکان به شما داده شده که بتونید اون محصول رو با رقبایی که داره مقایسه بکنید و در واقع ستوناشون بیاد کنار هم دیگه و خیلی قشنگ و با حوصله بیاد با هم دیگه مقایسهشون بکنید، ببینید که کدوم برای شما میتونه مناسب تر باشه. خب تبه بعدی هم که تبه محصولات مشابهه. که در واقع سه جور تفکیک داره. یکی این که با محصولات همرده خودش، یعنی در واقع توی بازه قیمتی خاص نشون داده میشه. مورد بعدی هم که محصولاتی رو میاره که در واقع از همون برند، همون برندی است که شما انتخاب کردید. دقیقاً. و این که محصولات باز بیشتر مقایسه شده، یعنی شما الان اینجا نگاه کنید دقیقاً همین مدل ها رو اینجا داریم که یعنی کاربرا به اینا توجه بیشتری داشت. آره، میخوای بریم تب آخر نظر و سوالات هم ببینیم که واقعا مهمه اینا. آره، اینجا بچه ها الان مثلا دیدگاه هایی که حالا ثبت شده، کامنت هایی که شما گذاشتین میتونیم ببینیم. این خیلی به شما میتونه کمک بکنه از این نظر که بچه ها خود کارشناس های زومیت میتونن به شما جواب بدن. یعنی اگر سوالی دارید میتونید بپرسید و بچه ها حالا هر چقدر تخصصی باشه سعی میکنن به همه سوال ها جواب بدن، یا حتی کاربرای دیگه ای که مثلا همین 13 پرو رو داشتن میان کامنتشون میذارن، مثلا میگن آقا فلان چیزش خوب بوده بد بوده، تجربهش رو بهتون میگن. حتی بقیه مخاطبای زومیت مثلا آره. فامیلش داشته یا دوستش داشته آشنا. و الان نکته که وجود داره اینه که شما با همون اکانت داخل خود زومیتتون میتونید اینجا کامنت بذارید و وارد بشید. این اکانت هم یکیه. به نظرم بیام یه دونه هم بزنیم مثلا این مقایسه محصولات، شاید مثلا اینا با هم دیگه یه نگاه بکنیم ببینیم که چجوری در کنار هم دیگه قرارشون میدیم. الان ما دو تا محصول داریم در کنار هم مقایسه میکنیم، شما میتونید مثلا سه تا محصول در کنار هم مقایسه کنید. بیاید 4 تا رو با هم دیگه مقایسه بکنید، خیلی به شما کمک میکنه. اگر مثلا شک دارید که چه چیزی میتونید بخرید، مثلا نمیدونم در کنارش S23 اولترا رو بزنید، نمیدونم S22 اولترا رو بزنید. حالا من شیائومی 13 اولترا رو میخوام اضافه کنم. ببینید الان مثلا ما 4 تا محصول رو در کنار هم دیگه داریم مقایسه میکنیم و در نهایت بریم سمت پایین اسکرول بکنیم. شادان من مثلا تصمیم گرفتم که چه میدونم همون مثلا تصمیم گرفتم که S23 اولترا رو بگیرم، میام ورود به صفحه این محصول رو میزنم و اینجا دوباره همون صفحه مشابه همون 13 پرو اپل است. هر کدومی که دوست داشتید میتونید مشاهده بکنید و راجبش اطلاعات بیشتری به دست بیارید. حالا یه مورد دیگر هم بچه‌ها تصور بکنید. مثلا شما در مورد آیفون 13 پرو اپل یه چیزایی شنیدید، حالا یه سری سوالات تو ذهنتونه علاوه بر قیمت، مثلا دوست دارید در موردش بیشتر بدونید. فقط داخل بخش محصولات زومیت توی اون قسمت سرچش تو کادر جستجوتون آیفون 13 پرو رو کافی سرچ بکنید. الان چه چیزایی داره نشون میده شادام؟ ببین محصولاتو داره نشون میده و مطالبو. مطالبم مستقیم داره از مجله میخونه، یعنی شما دیگه نیازی نیست مجدد برید تو مجله سرچ کنید، از همینجا میتونید مستقیم واردش بشید. و اون بحث محصولاتی هم که قبلتر در واقع دربارش صحبت کردیم اینجا هم قیمتاش هست، هم میتونید همینجا روی محصول کلیک کنید و وارد صفحه اختصاصیش بشید. به نظرم یکی از قسمت‌هایی که توی بخش پروداکت زومیت خیلی به درد بخوره و در واقع اینطوریه که باعث میشه شکل بده اون روند خریدتونو که چه محصولی رو انتخاب بکنید کدوم براتون بهتره، قسمت مقایسه است. توی این قسمت ما همه محصولات این بالا داریم، در واقع دسته‌بندی‌ها رو که حتی خودرو هم داریم، یعنی الان بهزاد که بالاخره میخواد یه خودرو ابتیا کنه، اگر قسمت بشه میتونه از این قسمت استفاده کنه و میخوای خودرو اصلا مقایسه کنیم ببینیم چه جوریه. نمیدونم بعدی نیست، ولی میبینم گوشی دستت گرفت، لپتاپ گذاش کنار دیگه. آره دیگه، چون ما الان کل چیزایی که توضیح دادیم در توی حالت لپتاپ بود، گفتیم بعد نیست یه موبایلی هم توضیح بدیم اینطوری. الان اینجا مثلا ما دناپلاس توربو رو داریم با تارا اوتوماتیک. بحثی که هست اینجا اینه که خودش هم چند تا مقایسه بهت پیشنهاد میده که بسته به همون کاربراست که چه چیزایی رو با همدیگه مقایسه کردن کدومش بهتره. و اینجا هم که ما میتونیم تا تسلا مدل وای رو مثلا بیایم با دنا مقایسه کنیم، چه مقایسه که ممکنه برای همه سوال باشه. آره، یا مثلا کویک اس به نظرت با تسلا نظر چیه اینو با مقایسه های معل فارق بهش میگن. آره دیگه آه. همه کویک داره کامنت بذارن. دقیقاً، این کامنت رو حتما بذارید. تو هم می‌خواستی کویک بخری؟ والا از هر کی پرسیدم گفت نگیر. We are the champions.
حالا بهزاد اصلا یه کاربری اومد همه این ویژگی‌ها و مشخصات و فروشنده‌ها اینا رو همه‌شو دید ولی باز گیج شد. به نظرت تو چه راهکاری رو براش پیشنهاد می‌کنی؟ ببین ما کلاً سعی کردیم بخش محصولات رو حالا جوری طراحی بکنیم که به تمام سوالای کاربر جواب داده بشه. اما اگه به هر دلیل بازم سوال داشتید خواهش می‌کنم که داخل بخش کامنت‌ها بپرسید اونو. یعنی به بخش محصولات زومیت میتونید به عنوان یک مشاور نگاه بکنید، چون بچه‌ها واقعاً زمان می‌ذارن و به سوال‌های شما جواب میدن. هر سوالی دارید، مثلا این گوشی بهتره اون گوشی بهتره، فلان نمیدونم سخت افزار رو بگیرم، میخوام نمیدونم سیستم ببندم، فلان کارو بکنم، هر سوالی از جنس اینجور موارد دارید میتونید بپرسید و کارشناسای زومیت بهش جواب میدن و میگم که میگم میتونید به عنوان یک مشاور به بخش محصولات زومیت نگاه بکنید. دیگه من از نظر مورد خاصی نیست که بخوام اشاره کنم. من مورد اینجا بگم آیفون پلاستیکی مک پرو. مکس پرو. اصل نام. و ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. سوالی داشتید کامنت بکنید. مراقب خودتون باشید. خیلی متشکرم.